سلام، ظهر بخیر. من مرتضی کلهری در 13مین روز پاییز 1399 با برنامه زنگ پایان در خدمت شما هستم. بازار سرمایه برخلاف روز گذشته همه ما را غافلگیر کرد، برخلاف چیزی که هممون فکر می‌کردیم احتمالاً یه روند مثبت بازار شروع بشه، اما خب شدت عرضه‌ها و صف‌های فروش امروز بیشتر بود، تمایل به فروش در بین افراد بیشتر بود و خب ما امروز شاخص رو منفی گذروندیم. به هر حال یه مقداری هم شاید اثر دلار بود. صرافی ملی دلار رو در محدوده زیر تقریباً، من عددی که نوشتم 27700 تومان هستش، که خب دلار رو تقریبا آورده 300-400 تومان پایین‌تر نسبت به اون عددی که نزدیک و حوالی 29000 تومان بود. نشون میده که اون پست اینستاگرامی ریاست محترم بانک مرکزی مربوط به اینکه احتمالاً بازار ارز با توجه حالا به گشایش‌هایی که اتفاق افتاده و ارزهایی که احتمالاً وارد کشور میشه یه مقداری افت، یعنی نرخ ارز یه مقداری متعادل‌تر بشه، و خب چیزی که ایشون فرموده بودن ما احتمالاً شاهد کاهش نرخ ارز باشیم. باید منتظر باشیم و ببینیم که به هر حال بازار سرمایه به نرخ ارز چجوری واکنش میده و خود نرخ ارز بر اساس سیاست‌هایی که خود سیاست‌گذار اعمال کرده چجوری رفتار میکنه. دلار نیما رو هم من در سامانه نیما میدیدم تقریبا در حوالی 23000 تومان بود، اون هم نسبت به یک دو روز قبلی که 23700 23500 بود یه مقداری پایین‌تر بود. البته فراموش نکنیم که داخل بورس کالا و روی محصولات پتروشیمیایی رقابت‌های خیلی جذابی شکل گرفته بود. دلاری که گاهی معامله میشد توی هفته گذشته حوالی حتی 38000 تومان هم بود، که خب این به نوبه خودش یه عدد واقعا جالب بود، نشون میداد که چقدر هیجان داخل اونجا زیاد بوده، نشون میده که یه مقدار فضای به هر حال رو به بالای دلار داره تو ذهن‌ها متمرکز میشه. و حالا اینکه افراد آیا اشتباه میکنن یا نه دیگه برمیگرده به مرور زمان و اینکه زمان چه جوری مشخص میکنه. نگاهی بندازیم به بازار، ببینیم بازار سرمایه امروز چیکار کرد و بعد هم بریم سراغ مهمانمون رو با ایشون صحبت بکنیم. شاخص کل بورس امروز 1.5% منفی بود و 1,522,944 واحدی شدیم. مدت زمان خیلی زیادی هست که حوالی اون عدد تکنیکالی که از سوی دولت اومد داخل بازار سرمایه داریم میچرخیم. همچنان حالا مثبت و منفی هایی هست، یه مقدار بالاتر یه مقدار پایینتر، و اینکه حالا به هر حال کی بره بالاتر و بتونه این فضاها رو رد کنه خب سوالیه که شاید یا مطلبیه که همه ما دلمون بخواد که این اتفاق بیفته. با همه کارشناسا و حالا تحلیلگرهایی هم که صحبت میکنیم، چه حالا امروز صبح با آقای مرتضی کوشکی صحبت کردیم چه حالا روزهای قبل، همه مثبت بودن نسبت بازار سرمایه. البته که ریسک به هر حال انتخابات آمریکا بوده، تعداد نمادهای مثبت و منفی نسبت به اون روزهای خیلی بد و فاجعه بار بازار سرمایه تا حدی متعادل‌تر بود و همونجوری که میبینیم یه مقدار نمادهای مثبت بیشتر بود. البته در کنارش نکته مثبت تقریبا اون ارزش معاملات بالای 17000 میلیارد تومان هستش، که خب این خودش نکته مثبتی هست. به هر حال بازار حجم خوردن و چرخیدن و ارزش معاملات بالا نشون میده که همچنان استقبال به سمت بازار هست، که این میتونه یک محرکی باشه برای ورود پول. خودرو، شپنا و تجارت و پارس و خساپا بیشترین تاثیر مثبت در بازار رو داشتن. جالب، نمادهایی که شاید روزهای قبل به شدت منفی می‌خوردن و یه جورای عامل ریزش بازار حتی گفته می‌شد منفی‌های این نمادها باعث تسری به بقیه نمادها میشه، این روزا مثبت بودن. فارس، فولاد، تاپیکو و فامیلیو که گل، نمادهایی که به خاطر رشد دلار مقدار خوبی در واقع در کانون توجه سرمایه‌گذارا بودن منفی بودن و بیشترین تاثیر روی شاخص رو داشتن. بیشترین ارزش معاملات هم مربوط میشه به، من می‌دیدم اوراق اجاره فارس و اوراق 1000 میلیاردی فارسی که آگهی کدالش رو هم خوندیم، دارای کم، پترول، شپنا، خودرو و سپهر و فولاد بیشترین ارزش معاملات رو داشتن. نگاهی به نقشه رهاوردمون بندازیم و ببینیم که مثبت و منفی های بازار چه اتفاقی براش افتاده. گروه شیمیایی که همیشه مثبت بوده تقریبا دو تا لکه قرمزی بوده، گروه فلزات هم همینطور، ذوب و اون فاسمینی که شاید روزهای قبل توی رشد گروه فلزات یه مقداری منفی تر بودن حالا دارن انگار اون فاصله خودشونو پر میکنن، و البته بازگشت گروه خودرو. خب اون خگستری که فکر کنم از حوالی 1200-1300 تومان اومده تا حتی زیر 500 تومان، یه جورای قیمتش از نصف هم کمتر شده بود، حالا برگشتن. ما منتظر باشیم یه سری گشایش ها هم داخل صنعت خودرو مربوط به حالا به اون مواردی مثل قیمت گذاری صحبت شده، باید ببینیم که به حال سیاست گذار چه تصمیمی گرفته میشه، آیا خودرو داخل بورس کالا معامله میشه یا نه، یا اینکه باز هم این سند تحت قوانین قرار میگیره. سریع بریم سراغ مهمان اولمون. میخوام صحبت کنم با خانم سید نسیم علوی، یکی از معامله گران خبره و با تجربه کارگزاری بانک رفاه کارگران، و خب با ایشون میخوام صحبت کنیم. ما سیاستمون اینه که سعی کنیم از تمامی افراد بازار سرمایه با جایگاه‌های مختلف و البته افراد با تجربه با اولویت بالاتر
داشته باشیم. سلام خانم علوی، ظهر شما بخیر. ما در خدمت شما هستیم. شما بازار امروز رو چطور دیدید؟ برخلاف دیروز بازار منفی بود. آیا شما هم فکر می‌کردید بازار امروز منفی باشه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای کلهوری عزیز و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. راستش انتظار این بود که با توجه به بازار مثبتی که دیروز داشتیم امروز هم بازار مثبتی داشته باشیم، ولی متاسفانه شروع بازار خوبی نداشتیم. عرضه‌های زیادی داشتیم اول شروع بازار، بعد حدوداً تا نیم ساعت این روند ادامه داشت، بعد از نیم ساعت یه مقدار خرید بهتر شد، حجم خریدها بالاتر رفت، به طوری که یه سری از سهم‌های توی بازار تونستن جمعشون کنن، برن قیمتاشون برن بالا، حتی صفحه خرید بشن. اما متاسفانه همینطور که هی پیش می‌رفتیم دیدیم که با پایین اومدن نرخ دلار متاسفانه یه جو بدی توی بازار به وجود اومد. یه سری از که نمودش رو تونستیم توی شرکت‌هایی که دلار محور هستن ببینیم، پرس پتروشیمیا که قیمتشون پایین اومدن، و در کل میگم پایین اومدن نرخ دلار و حتی یه سری از قوانینی که توی هفته‌های گذشته بود اینا همه در کنار هم دست به دست هم دادن تا عرضه‌های امروز بیاد بشه. برای مثال عرض کنم خدمتتون این قانون جدید تیه به اضافه صفری که گذاشتن، خب با توجه به شرایطی که بازار دیروز داشت یه سری از فعالان بازار، سرمایه گذارا، حقیقی ها و حتی حقوقی ها شروع کردن به خریدن، و با توجه به اینکه قیمت سهم ها خیلی ارزنده شده و خیلی پایین اومده شروع کردن به خرید کردن، ولی نرخ دلار هم بالا بود، مثلا پایین نیامده بود. متاسفانه همین باعث شد که با توجه به این قانون امروز یه سری ها فروشنده باشن، چون این قانون رو برامون وضع کردن که همون روز که می‌خرید اجازه فروش ندارید، در واقع تیه به اضافه صفر هستش، و متاسفانه این هم به این عرضه‌های زیاد دامن زد و امروز شاهد عرضه‌های زیادی بودیم. البته همونطور که خودتون هم عرض کردین ارزش معاملات خوب بود، حدوداً 17000 تا که نسبت به روزهای گذشته که 10 تا 11 هزار تا بود میتونه نشانه خوبی باشه. و البته یه سری اخبار زد و نقیض در مورد ترامپ و اینا بود که اینها هم در اواسط بازار به این مسئله دامن زد که خبرهایی مثل این که مثلا بستری شده، حالش بده، و این دست قبیل خبرها هم بی تصدیب نمیشه. خب در مورد حالا همون قوانینی که فرمودید، قوانین به طور خاص اون تیه اضافه یکی که عرض کردید، خیلی صحبت از حمایت از بازار سرمایه شد. آیا شما واقعا توی تقریبا این 45 روز دو ماهی که داره میگذره و بازار تا حد یعنی وضعیت منفی بازار، آیا واقعا حمایتی دیدید و یا اصلا به نظرتون کار درستی هست که بخواد مستقیم ورود بشه؟ حالا چه مستقیم و البته چه غیر مستقیم به هر نحو دیگه‌ای؟ بله ببینید جناب کلهوری، ما از حدودا اوایل امسال بازار روبه رشد و مثبتی رو داشتیم، با اینکه بازار بورس ما کلا از اول سال یه نوسانات زیادی داشت، فراز و نشیب‌های خیلی کم سابقه ای داشتش، ولی خب ما در چند ماه اول سال مشاهده کردیم که بازار مثبتی داشتیم که یه سری عوامل مثل اومدن سهام عدالت، مشارکت‌های چند میلیونی توی عرضه‌های اولیه و حتی ورود نقدینگی 100 هزار میلیون تومانی حقیقی‌ها به بازار بورس یه شرایط مثبتی رو برای بورس ایجاد کردن. همه اینها در کنار هم و در نتیجه افراد تشویق شدن که وارد بورس بشن و سرمایه‌گذاری بکنن. از اون طرف ما توی دو ماه گذشته دیدیم که ما بازار منفی داریم و دفعه شاخص نزول کرد، سیر نزولی شد در پیش گرفت، که اون هم به دلیل به نظر بنده به دلیل وضع یک سری قوانین مثل همین قانون ها هستش که جوره مثلا نوسانگیری روزانه رو نقدینگی دچار مشکل میکنه افراد رو. نه بفرمایید، من ارتباطمون یه لحظه قطع شد، من فکر کردم که دیگه نداریم شما رو. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. آها متوجه شدم، خواهش میکنم. خدمتتون عرض کردم که طی دو ماه گذشته که متاسفانه به اون رشد روند منفی بازار کمک میکرد و باعث میشد که این بیشتر عرضه ها بیشتر و بیشتر بشه، یکیش مثل همین که ممنوعیت نوسان روزانه در واقع به اصطلاح بهش میگن،
اینها همه اینها قطعا تاثیرگذار هستش، ولی خب ما در کنار همه اینها اخبار خیلی خوبی هم داریم که میتونیم به تقریبا رشد بازار تا حدی امیدوار باشیم. مثلا مثل اخباری که در مورد بازارگردانی نمادها توی بازار اومده که میتونن خبر خیلی خوبی باشه، همینطور گزارش های شهریور ماه خیلی خوبی داشتیم که این هم تاثیر گذار هست، قطعا تاثیر گذار خواهد بود. اینها هم و از همه اینها مهمتر این مسئله هستش که ما قیمت سهام هامون به شدت پایین اومده، یعنی اصلاح شدید قیمتی داشتیم، بعضا خیلی از سهام ها به ارزش ذاتیشون نزدیک شدن و این میتونه بازار رو برای ما جذاب کنه برای سرمایه گذار. آیا پایین تر هم امکان داره برن یا از بازار خواهش کردن؟ ببخشید میخوام اینو بپرسم، خیلی ها سوال میپرسن از ما، آیا حالا به حال همین ریزش یه سری نماده به قول شما شاید 60-70% ریزش کردن، آیا پایین تر هم دارن یا اینکه میشه بگی نه بازار مثلا بعد از این ریزش توی بعضی نمادها حالا 60-70% تقریبا به تعادل رسیده؟ ببین جناب کلهوری، بسته به خیلی شرایط داره. ما به هر حال دقیقا یک ماه آینده مسئله انتخابات آمریکا رو پیش رو داریم، قطعا نتیجه این انتخابات میتونه توی اوضاع اقتصادی ما خیلی تاثیرگذار باشه و مخصوصا توی بورس ما، اینکه آیا آقای ترامپ رای بیاره آقای بایدن رای بیاره و همه اینها خیلی تاثیرگذار هستند. ولی تا زمانی که این انتخابات اتفاق نیفتاده باشه و نرخ دلار ما به یک تعادلی نرسیده باشه، به نظر بنده هیچ کس نمیتونه قطعا بگه که آیا این بازار روند رو به رشد خواهد داشت در ادامه یا نه این روندش رو به نزول هستش. البته اینم خدمتتون عرض کنم که خیلی از سهم‌ها واقعا در کف قیمتیشون هستن، خیلی از سهم‌ها حتی به قیمت پارسالشون رسیدن و از لحاظ اینکه بخواد کسی سرمایه گذاری کنه تو این سهم‌ها و این سهم‌ها رو خریداری کنه و سهامداری کنه واقعا ارزنده هستن. خب در مورد انتخابات آمریکا پیش بینی خود شما چطور هست؟ ما تا زمان حالا تقریبا این حوالی یک ماهی که فاصله داریم تا انتخابات آمریکا، به نظرتون رفتار بازار چطور هست؟ و البته خب بعدش با توجه به اینکه حالا چه کسی انتخاب میشه، شما چه جوری پیش بینی میکنید بازار رو؟ به نظر من تا زمانی که این حرفهای ضد و نقیضی که وجود داره عملی نشه، مثل بازارگردانی نمادها و مثل حمایتی که باید از طرف این بازارگردان ها وجود داشته باشه و تا قطعی شدن نتیجه انتخابات، تا اون موقع ما قطعا بازار رو به همین حالت نوسانی خواهیم داشت، یعنی یه روزهای مثبت و یک روزهای منفی. و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم قطعا اگر به نظر بنده اگر آقای ترامپ رای بیارن، نرخ دلار یه افزایشی خواهد داشت و این همین هم باعث یک رفتار هیجانی شاید تا حدی توی بازار میشه و قیمت‌ها دوباره به سمت بالا میرن. با توجه به اینکه قیمت‌ها اصلاح شدیدی هم خوردن، قطعا با افزایش نرخ دلار هم جذبی به وجود میاد و خرید بیشتر میشه توی بازار ما، تقاضا بیشتر میشه و یه رشدی خواهد داشت. ولی در بلند مدت قطعا با توجه به اتفاقات سیاسی و اقتصادی که میفته باید به یک تعادلی برسه. اگر هم برعکس بایدن رای بیارن، خب از اون طرف هم یه امکان داره که نرخ دلار بیاد پایین و دوباره با توجه به اینکه اعتماد سرمایه گذارا از این بازار سلب شده، یه سری ها ناامید شدن، خسته شدن، یه سری ها دچار ضررهای زیادی شدن، امکان داره که بازار یه روند نزولی پیدا بکنه تا یه مدت، اون هم کوتاه مدت هستش، تا بعد از اینکه اتفاقات سیاسی دیگه که در پیش میاد ببینیم که آیا میتونه به تعادل برسه این بازار و یا خیر. حالا با توجه به اینکه خب خود شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، صحبت‌هایی همیشه می‌شد از اینکه خب به هر حال رفتار معاملاتی چند ماه گذشته یه جورایی رفتار معاملاتی دستوری بود برای اینکه بازار رو رشد بدن، و البته تو دوران نزول هم باز همین موضوع مطرح بود که به هر حال این نزول دستوری هست و خب خیلی ما تو کامنت‌ها یا حتی پیام‌های می‌گرفتیم که مثلا بازار داره به صورت دستوری می‌ریزه. خب قبلش هم که بود که به هر حال بازار داره به صورت دستوری میره بالا تا مثلا دولت بتونه صندوق‌هاشو بهتر بفروشه. شما به عنوان معامله‌گر حرفه‌ای آیا واقعا رفتار معاملاتی عجیبی داخل بازار سرمایه دیدید که بخواد این موضوع تایید کنه؟
ببینید، ما رفتار خیلی عجیبی نداشتیم. شاید این که میگن رفتار عجیب از دید مردم یا از دید افراد حقیقی این مسئله باشه که خیلی زودتر میتونستن برنامه های حمایتی مثل بازارگردانی و اینها رو مطرح کنن که بازار اینقدر به شدت نزول نکنه. ولی خب متاسفانه ما شاهد این نبودیم که بتونن زودتر از اینها، یعنی تا 2 ماه طول نکشه حداقل این ریزش شدید، به طوری که حتی قیمت یک سری از قیمت ها به 1/3شون رسیدن، قیمت یک سری از سهم ها. شاید انتظار بازار این بوده که حمایت بیشتری میشد زمانی که حقوقی های ما شروع کردن به فروختن توی سقف های قیمتی. البته این رو هم باید بپذیریم که به هر حال اشخاص حقوقی هم یه سری محدودیت ها دارن. یه سری از این اشخاص حقوقی مجبور بودن سود شناسایی کنن و حتما باید توی اون دوره میفروختن و یه سری عوامل دیگه که همه اینها دست به دست هم داد و این مقدار ناامیدی و بی‌اعتمادی رو در بازار به وجود آورد متاسفانه. و قطعا یه سری قوانینی مثل همین ممنوعیت معاملات روزانه و خیلی نوسانگیری روزانه و خیلی از این قوانینی که بعضا روز به روز برای ما بخشنامه میکردن، ارسال میکردن، میگفتن باید به این صورت انجام بشه، خب یه مقدار غیر منتظره بود متاسفانه. در مورد نوسانگیری روزانه و همین قانونی که منع شد، خب یه عده واقعا مخالف این قضیه هستن و گفته برسته. میشه که این حتی مطرح شد از سوی حالا مسئولین که ما این کار رو در واقع به خاطر خود افراد حقیقی خرد انجام دادیم. نظر شما در این مورد چیه؟ مزیت این کار که حالا معنی مزیت وجود در واقع این نوسانگیری روزانه داخل بازار سرمایه چی هست؟ راستش من کاملا مخالف این قانون هستم که وضع شده، به خاطر اینکه ببینید ما به هر حال خواه نخواه توی بازار سرمایه یه سری نوسانگیر داریم که درسته که منفعت شخصی دارن این نوسانگیرها، ولی خب از یک بابت توی روند متعادل بازار هم کمک شایانی میکنن به ما قطعا. ببینید وقتی که این قانون وضع میشه که ما امروز بخریم و نمیتونیم بفروشیم همین امروز، ما رو با مشکل مواجه میکنه. دقیقا مثل میتونم مثال بزنم بازار دیروز و امروز رو. ما دیروز به خاطر افزایش نرخ دلار و یک جوی که وجود داشت توی بازار شروع کردن افراد به خریدن، استقبال خوبی کردن از بازار، ولی امروز به محض اینکه دلار یه مقدار اومد پایین و به محض اینکه مقدار اخبار سیاسی زد و نقیض به وجود اومد شروع کردن به فروختن. البته ما این اخبار رو توی دیروز هم داشتیم آخرای بازار، ولی خب میگم متاسفانه چون دیروز نمیتونستن بفروشن، همه امروز آماده بودن و همونطور که دیدیم از اول شروع بازار شروع کردن به عرضه کردن. فرض کنیم یا خانواده یا حالا یک فردی با یک ریسک پذیری متوسط الان تو این نقطه از شاخص با همه مختصاتی که الان می‌بینید، حالا نرخ دلار، نزدیکی به انتخابات آمریکا، قیمت‌های جهانی، به شما رجوع می‌کنه و می‌خواد اون پول مازادش رو باهاش سرمایه‌گذاری کنید، آیا شما توصیه می‌کنید که پول داخل بازار سرمایه بشه؟ و اگر داخل بازار سرمایه میشه شما رو کدوم صنایع مثبتید که بخواید پول رو سرمایه‌گذاری کنید؟ والا من فکر میکنم که اگر کسی مبلغ پول داشته باشه، خب ببینید الان توی بانک نمیشه سرمایه گذاری کرد، به خاطر اینکه سودی که بانک میده با توجه به تورم ما قطعا به نفع افراد نیستش. بعد بازار رشد خیلی زیادی کرده و بازار طلا، که بازار طلا هم خیلی بستگی خیلی زیادی به رشد جهانی طلا و همینطور نرخ دلار داره. به نظر بنده بهترین جا فعلا در حال حاضر همین بازار سهام خودمون هستش که به هر حال ما بعد از یک اصلاح شدید قطعا چیزی خواهیم داشت. با همه شرایطی که خدمتتون عرض کردم میشه هنوز هم امیدوار بود. 100% پول رو توصیه میکنید داخل بازار باشه؟ نه 100% پول رو توصیه نمیکنم. این البته بستگی به ریسک پذیری و ریسک و ریزی افراد داره. قطعا بهترین حالت این هستش که مبلغی از پولشون رو توی اوراق بورسی بذارن، سود ماهانه دریافت بکنن، یا توی صندوق‌های شرکت‌ها بذارن و حدوداً 50%ش رو توصیه می‌کنم، چون قیمت‌ها خیلی ارزنده و جذاب هستن توی بورس بذارن. روی کدوم صنایع اون وقت مثبت هستید؟ ببینید من روی پالایشی‌ها مثبت هستم، توی شپنا، شبندر در نظر داشته باشیم که ما پالایش هم
ارتباطمون داری؟ یه مقدار ارتباطمون بد بود با شما، الان بهتر شد، بفرمایید. بله، عرض میکردم خدمتتون که من فکر میکنم که با توجه به نرخ دلار احتمالاً و گزارش هایی که از شرکت ها ما داشتیم، به نظر بنده شرکت های مثل شپنا، شبندر و حتی شرکت هایی که بسیار به ارزش ذاتیشون، قیمتشون به ارزش ذاتیشون نزدیک شده، شرکت سهم بنیادی، به نظر من برای سهامداری توی این مدت مقطعی میتونن خوب باشن. یعنی اگر توی حالا این گروه هایی که فرمودی سرمایه گذاری کنن، شما پیش بینی میکنید تا انتهای سال نسبت به بازارهای حالا رقیبش و به خصوص بانکی که وجود داره یه بازدهی بهتری دریافت کنن؟ بله، به نظر من بهتر هستش تا اینکه توی بانک سرمایه گذاری کنم. آیا ترسی هست که بخواد، یعنی شما ترسی داشته باشید از بازار سرمایه توی این نقطه، یا موردی باشه که شما باعث بشه بخواید یه مقدار محتاطانه تر نسبت بازار سرمایه رفتار کنید؟ ببینید، قطعاً که ترس وجود داره. بازار بورس یک بازار کاملا نوسانی هستش. وقتی کسی تصمیم میگیره که وارد بازار بورس بشه، قطعاً یه سری ریسک ها رو میپذیره و بعد وارد بازار بورس میشه. کسی که کاملا ریسک گریز باشه، قطعاً نمیاد وارد بازار بورس بشه. پولش رو میبره توی بانک میذاره و سیف اصل پولش تضمین شده هستش و مشکلی براش پیش نمیاد. اما خب باید هم در نظر بگیره که قطعاً از این تورمی که پیش رو داریم عقب میمونه توی این بازار، توی بانک اگر پولش رو بذاره. ولی به نظر من با توجه به این که ما نرخ دلار رو به رشدی رو در پیش داریم، البته میگم با توجه به اون اتفاقاتی که بعداً برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میفته، خیلی تعیین کننده است به مسائل سیاسی و اقتصادی ما، حتی نرخ دلار ما خیلی تاثیر میذاره. همه اینها در کنار هم، حتی برای یک مدت، برای میان مدت، به نظر من میتونه یک بازدهی رو به افراد حقیقی بده. قصدتون نمی کنم. به عنوان سوال آخر می پرسم. خیلی از افراد از ما می پرسن که ما داخل بازار سرمایه معامله کنیم، یا حتی مثلا خودشون می خوام معامله کنن، خیلی توصیه به این که بخوام پولشون رو بذارن داخل صندوق، مثلا صندوق های سرمایه گذاری ندارن. اولا که توصیهتون به این افراد چی هست؟ و در سوال دوم این که خب آیا واقعا شما ورود به بازار سرمایه به عنوان یک حرفه رو به افراد توصیه می کنید؟ و اگر توصیه می کنید، راهش و حالا مسیری که باید طی کنن دقیقاً چی هست؟ دقیقا سوال خیلی خوبی پرسیدید آقای گلهاری. ببینید، یکی از مهمترین علتهایی که متاسفانه باعث نارضایتی عده زیادی از مردم شد همین بود که بعد از اینکه بازار توی یه دوره به اوج خودش رسید، متاسفانه به خاطر اخبار رسانه‌ای و خیلی موارد دیگه، این در مردم به وجود اومد که میتونن، همه این توانایی رو دارن که با حتی دانش اندکی توی این زمینه وارد بورس بشن و سودهای کلانی کنن. من با توجه به شغلی که دارم، متاسفانه توی این مدت شاهد این بودم که خیلی از افراد خونهشون رو فروختن، ماشینشون رو فروختن، زمین داشتن فروختن، و به هوای اینکه چون بورس خوبه و همه رفتن و سود کردن، وارد این بازار شدن و متاسفانه به خاطر اینکه دانش کمی در این زمینه داشتن و زمان بدی وارد بازار شدن، متضرر شدن و حتی همون سرمایه اولیه‌ای رو هم که داشتن از دست دادن. به نظر بنده هر کسی باید در حد دانشی که داره در وارد زمینه و حرفه‌ای بشه، و اگه در این زمینه دانشی نداره، این کار رو به افرادی بسپاره که در این زمینه خبره‌تر هستن و بیشتر از اونها آشنایی دارن با بازار سرمایه، و این باعث میشه که کمتر متضرر بشن. ممنون، مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. متشکرم، خدا نگهدارتون. خب صحبت کردم با خانم سید نسیم علوی، معامله‌گر کارگزاری بانک رفاه کارگران، و صحبت‌های ایشون رو شنیدیم، به خصوص صحبت آخرشون مبنی بر این که اگر واقعا تخصص و دانش خاص اون موضوع رو نداریم، سعی نکنیم خودمون وارد بازار سرمایه بشیم که خدایی نکرده زیانی هم بدیم. همونجوری که بین صحبت‌هاشون فرمودن، دیدن افرادی که واقعا با فروش حالا دارایی‌های دیگه مثل ماشین یا خانه وارد بازار سرمایه شدن و به هر حال توی این نزول بازار زیان هم دیدن. ما هم به کرات دیدیم، تو دور اطرافیان هم اتفاقا دیدیم که حالا هیجانی که بوده این کار رو انجام دادن، خب متاسفانه و بر حالا اتفاقی که افتاده دچار زیان شدن. نگاهی بندازیم به ورود و خروج پول و ببینیم که توی گروه‌ها و صنایع مختلف چه ورود و خروج پول داشتیم. من تقریبا عددی که می‌بینم نزدیک 1300-1400 میلیارد تومان فکر کنم خروج پول داشتیم. چند رشته‌های صنعتی 60 میلیارد تومان خروج پول داشته. ما امروز صبح هم صحبت کردیم با آقای خدابخش و ایشون فرمودن که 60 تا رو احتمالاً ما توی حالا آینده، یعنی نزدیکی‌ها همین حوالی، احتمالاً توی یک روز متعادل بازار
سعی کنیم باز کنیم، منتظر باید باشیم ببینیم که به هر حال کی از نظر این افراد و حالا مسئولین بازار سرمایه متعادل هست که 60 رو باز بکنن. انبوهسازی 55 میلیارد ورود پول داشتیم، سرمایه گذاری ها 13 میلیارد تومان، فراورده های نفتی هم پالایشی ها 78 میلیارد تومان. منتظر ببینیم شتران هم باز بشه بعد از مجمعش. بانک ها نزدیک تقریبا 390 میلیارد تومان خروج پول، فلزات 412 میلیارد تومان و البته شیمیایی هایی که شاید روزهای قبل مثبت بودن 444 میلیارد تومان خروج پول رو داشتیم. فکر کنم تنها گوسنتی که داشتیم بله خودرو بوده که یه چیزی نزدیک 20 میلیارد تومان ورود پول بوده، اون هم مربوط میشه به خودرو و خسارت. البته چند باری صفحشون رو امروز دادن، با این حال باز هم خب به حال تقاضا و آتش تقاضا براشون بود و خریدنش. یه نگاهی بندازیم به گزارش هفتگی شرکت مدیریت سرمایه که ما طبق قولی که داده بودیم هر شنبه این گزارش آماده میشه و سعی میکنیم که حالا در برنامه زنگ پایان روز بعد این گزارش رو با هم بررسی بکنیم. ما داخل گزارش هفتگیمون سعی میکنیم که قیمت دلار رو بر اساس کالاهای مختلف ارزیابی و قیمت دلار رو بر اساس اونها در واقع حساب بکنیم. دلاری که الان سکه داره باهاش معامله میشه، سکه‌ای که اتفاقا نسبت بازار سرمایه تو هفته گذشته مثبت بود برخلاف اینکه حالا شاخص کل ریخت، نزدیک دو بیشتر از 32 هزار تومان هستش. خب یه عدد خیلی بالایی هستش در حالی که ما داخل بازار سرمایه و بر اساس گزارش اجماع یه حوالی نزدیک 20 تا 24 هزار تومان دلار هست که حالا توی شرکت ها تحلیلگران مد نظر قرار میدن. جالبه که به هر حال یک بازار موازی دیگه با دلار بالاتر و یک بازار با دلار با این اختلاف پایینتر در حال معامله شدن هستش. اما توی بخش اوراق دولتی و حالا فروش اوراق تقریبا همچنان نرخ ها در حوالی 18% هست، 18.4-18.5% هستش. یه مقداری اون فروش اوراق دولتی هم کمتر شده، ارزش معاملاتش اومده پایین تر. به هر حال دولت داره کار خودش رو میکنه و همون هفته 3-4000 تا یا حتی یه ذره بالاتر اوراق خودش رو میفروشه. میانگین ارزش معاملات هفته گذشته نزدیک 7800 میلیارد تومان بود، با اون پیک 24-25 هزار میلیارد تومانی که ما در هفته های اول دوم مرداد ماه زدیم خب اختلاف فاحشی داریم و یه مقدار اذیت کننده هست، به خصوص برای افرادی که بازار سرمایه رو به عنوان یک بازار نقد شونده مد نظر داشتن. و البته یه عدد خیلی سنگین 6800 میلیارد تومان خروج حقیقی که خب امروز هم نزدیک 1300 1400 میلیارد تومان این روند ادامه داشته. همونجوری که می‌بینیم آخرین باری که این اتفاقای سنگین افتاده بود مربوط میشه به شهادت سردار سلیمانی، بعدش هم که دیگه ما یک روند مداوم ورود پول رو داشتیم نزدیک 120 هزار میلیارد تومان تقریبا تا فکر کنم 19 مرداد ماه که اون عدد 2 میلیون و بالای 2 میلیون شاخص بود ورود پول داشتیم که دیگه الان یه جورایی داره انگار همش رو پس میگیره. شاخص کالای کیان رو داشتیم که بر سایه‌ای که در واقع انتخابات آمریکا بر سر حالا موضوعات مختلف دنیا انداخته بود باعث شد یه مقدار ریزش داشته باشه، البته که خیلی خوب نسبت به اون کف خودش رشد کرد. پی بی فوروارد بازار به خاطر حالا ریزش به خاطر یعنی افت شاخص در هفته گذشته باز هم اومد پایین‌تر 12.7 شد. البته که این پی بی فوروارد با دلار پایین‌تری نسبت به دلاری که حالا ما الان حتی در سامانه ما می‌بینیم داره معامله میشه. و اتفاق جالب این که شرکت‌های کوچیک به قدری ریختند که برخلاف شر روند چند تقریبا 20 ماهه گذشته خودشون حتی پی بی فورواردشون کمتر شده از شرکت‌های بزرگ. دیگه واقعا یه جورایی داد میزنن که ما ارزنده هستیم و بیاید ما رو بیاید بخرید، اما خب پولی داخل بازار سرمایه نیست که بخواد این شرکت‌ها رو بخره. و البته رشد مسکن که ما نزدیک 5% رشد مسکن رو داشتیم همچنان در شهریور ما که خب به نسبت ماه قبل کمتر بود 10% هایی که خورده بود، اما خب به هر حال رشد 5% هم عدد بالاتری هست و از اون میانگینی که داشته بالاتر هستش. یه مقداری هم حجم معاملات مسکن پایین تر بود و البته پی بی آر با نزدیک حوالی 43-42 واحدی که داخل بازار مسکن میبینیم یه اختلاف خیلی فاحشی هم با به هر حال پی بی ای بازار سرمایه رخ داده. البته از نظر ماهیت یه مقدار تفاوت میکنه، بازارهای جهانی و گزارش هایی که اومد، نرخ بیکاری آمریکا که بهتر از اتفاقا انتظارات بود و ایده های سرمایه گذاری بانک ها. ما داخل پرونده ویژه این هفتهمون اومدیم و گزارشات ماهانه شرکت ها رو بررسی کردیم. سعی میکنیم حتما داخل این هفته یک مهمان داشته باشیم برای بررسی این گزارش این گزارش ماهانه و به طور تفضیلی اتفاقا عملکرد شرکت ها رو در 6 ماهه ابتدای سال ارزیابی کنیم. گزارش نتایج خیلی جالبی داره و اتفاقا خیلی به ما نتایج رو میده که باعث میشه امیدوار بشیم به بازار سرمایه و بتونیم با قوت قلب بیشتری در داخل بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنیم. با ما همراه باشید، ساعت 14 با برنامه سرمایه گذارش رو با شما هستیم. خدا نگهدار.